سلام به شما بیننده های خوب تیوی پلاس. ما در پردیس سینمایی کوروش هستیم. امروز اکران مردمی فیلم فراری بود با حضور ستاره های درجه یک این روزا، آقای محسن تهانه‌بنده، احمد مهرانفر، خانم تعلان پروانه، جناب آقای رضا داوود نژاد. ما دوست داشتیم که براتون گزارش بگیریم، قولش هم گرفته بودیم که با تک تک این دوستان مصاحبه بکنیم، ولی واقعیتش انقدر جمعیت اینجا حمله ور شدن و فشار جمعیت بود که این دوستان در واقع جونشون رو نجات دادن و در رفتن. ما فقط تونستیم با آقای داوود نژاد صحبت کنیم. با این حال ازتون دعوت میکنم این گزارش کوتاه رو تماشا بکنیم. ممنونم. سلام. حالا حالی خوبه؟ خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم. اولین باره که بعد از سریال پایتخت پنج ماهی توی جمعی و خیلی خوشحالم که اینقدر بازخوردا خوبه و امیدوارم که این فیلم رو هم ببینین و لذت ببرین. من که خودم فیلم رو توی جشنواره دیدم، ببینین و از کارگردانی و خود فیلم لذت ببرین و مخصوصا بازی محسن تهانه‌بنده. سلام عرض میکنم، سال نوتون مبارک. این معلوم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم، امیدوارم از دیدن فیلم لذت ببرید. سلام عرض میکنم آقای داوود نژاد، خیلی خوشحالم که یه بار دیگه تو تیوی پلاس در خدمت شما هست. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان یک شبکه خوب اینترنتی تیوی پلاس که من به همه بچه ها شرکت دارم. ممنون، نظر لطف شماست. جناب آقای داوود نژاد، فیلم فراری بعد از 2 سال اکران شد و اکرانش هم خیلی محجور واقع شده ظاهرن این روزها. فکر میکنین علت چه هستش با اینکه فیلم موفقی هم بوده در جشنواره؟ خب خیلی اتفاقش معلومه دیگه، من چی بگم. این شخصیتش گلنار خیلی فراری خیلی فیلم مظلومی شد، اصلا نباید اکران میشد به نظر ما. ما نبودیم ایران سر فیلم مصائب شیرین، فیلم برداری داشتیم توی انگلیس و به هر حال این تصمیم ها اینجا گرفته شد و اینطوری اکران شد دیگه. ولی خب حیف فیلم بود، واقعا یکی از فیلم هایی که من، فیلم های پدرم هستیش که من خیلی دوستش دارم و بهتون بگم که بغضم میگیره موقعی که راجبش بخوام حرف بزنم. چرا آقای داوود نژاد، موضوعی که فیلم داره بهش میپردازه یه دغدغه اجتماعیه که این روزها خیلی مطرحه، اختلاف طبقاتی، اختلاف فرهنگی و موضوع آقازاده ها که در واقع همون نقشی هم هست که خود شما بازی کردی. تحلیل شما از فیلم چیه و در واقع خودتون علت این که فیلم رو بازی کردین، چجوری با نقش ارتباط برقرار کردین؟ ببینید، فراری یه قصه بودش که 2 سال بابا داشت روش کار میکرد با آقای پرتوی و اینا. یهو خود با چند تا قصه بود که ما میخواستیم یه دونش رو شروع کنیم که یهو بابا تصمیم گرفت که فراری رو شروع کنه، به خاطر حالی که اصولا بابا داره موقعی که میخواد یه فیلم شروع کنه خیلی به این بستگی داره که حالش نسبت به جامعه و تفکرش نسبت به اتفاقات چجوریه. به خاطر همین فیلم فراری انتخاب. در مورد نقش من بگم که نقش من خیلی کوتاه بود و اینجور آدم رو خیلی دیده بودم به خاطر شغلی که دارم و حضورم فکر نکنم بیشتر از 1 دقیقه هم باشه، ولی خب یکی از کارهایی که خیلی دوستش دارم. یکی از سوالات من همین بود، واقعا این کاراکترها وجود واقعی دارن؟ یعنی شما واقعا دیده بودین کسی رو با این مشخصات؟ چون یه مقداری عجیب و شاید ما ندیده بودیم حداقل. آقازاده هایی که وجود دارن که تا دلتون بخواد هست وجود دارن، این مدلی هن یعنی؟ بله. حالا من آقازاده رو به صرف این که یه آدم مثلا
آقازاده رو به عنوان کسایی که زحمتی برای پول نکشیدن و پول دارن میدونم، نگاه هم نه بگم اینا آدم های دولتی هستن، نه آدم های چیز هستن، یه سری آدم های هستن که از این رانت های استفاده میکنن، یه خبرهایی دارن، آدم های خصوصی حتی که مثلا میبینی یه پسر مثلا متولد 68 وقتی 5 میلیارد تومن ماشین داره، 5 تا ماشین توی پارکینگشه، خب این چجوری میتونه؟ تو این وضعیت اجتماعی خیلی سخته، نه اصالت خانوادگی وجود داره، نه ثروت برای یا باید درس یه نابغه خون، نابغه هم اینجا اینقدر پول در نمیاره. زن خوب. بله. شما برای در واقع مصائب شیرین دو انگلستان تشریف داشتین. دلم میخواد فقط حالا در این اینکه میخوایم هیچی لو نره، ولی فقط به ما بگین که انتظار چه چیزی رو باید داشته باشیم و اینکه قراره تو جشنواره نمایش داده بشه. ببینین اصلا این چیزاشو نمیدونم، خیلی سخت‌ترین فیلمی بوده که ما تو زندگیمون کار کردیم. تناقضش با این فیلم خیلی جالبه، نقش منو ترلان توی اون فیلم، ترلان دختر منه تو فیلم مصائب شیرین دو، و نمیتونم هنوز راجع به چیزی بگم، فقط میدونم یه کار خیلی سختی و با این قیمت پوند و دلار اگر ما رفته بودیم اونجا یه ما تفریح کرده بودیم برگشته بودیم فیلم هم نساخته بودیم سود بیشتری میکردیم. و اینکه همه خانواده همچنان حضور داشتن و ادامه همون قسمت یک بود در واقع. خانواده که من و مونا در واقع که تو مصائب شیرین یک بودیم 20 سال از زندگیمون گذشته، در فعلا این بخش تهرانشو من نمیدونم هنوز بابا کیا رو در نظر داره. و اینکه آقای داوود نژاد کار دیگه ای هم در این مدت انجام دادین که باید منتظر در واقع نمایشش باشیم یا کاری رو تصمیم دارین شروع بکنین؟ حالا دارم بررسی میکنم. آره یه فیلم سینمایی رضا معتمدی هست که تو اونم نقش کوتاهی دارم دیگه، فیلم نه دیگه. امسا سر پنچری بودم، 4 ماه که سر مصائب شیرین بودم. البته که رسم بر اینه که اول احوال پرسی میکنم، ولی ما میخواییم آخر سر احوال پرسی کنیم. شما مشکل بیماریتون دیگه کاملا برطرف شده، انشاءالله در چه وضعیتی به لحاظ جسمی هستی؟ شکر خدا وضعیت خوبی هم دیگه، از بحران گذشته و خیلی به سلامتی فعلا به سر بکنم. الحمدلله خدا رو شکر. مایک تیوی گلاس و دعای مردم. انشاءالله که همیشه حالتون خوب باشه، ما هم از هنر شما لذت ببریم. خیلی متشکرم. آقای داوود نژاد، برای کسایی که قراره توی این روزای شلوغ تهران به هر حال از زمانشون هزینه بکنن، تو ترافیک بیان، دنبال جای پارک بگردن، هزینه بلیت بدن، همه اینها بلیت 15000 تومانی، فراری از نظر شما چه چیزی قراره بهشون بده که ارزش همه اینها رو داشته باشه و بیان این فیلم رو ببینن؟ یه فیلم شریف می‌بینم. فکر می‌کنم یه فیلم شریف بیشعار، و فکر نمی کنم کسی که اهل سینما باشه و اهل فیلمی باشه از دیدن فیلم فراری بعدش.